سرخط خبرها. دیپورت شدن گروه جدید از مهاجرین افغان از آلمان به کابل. پیدا شدن جسد تک تک شده پناهجوی افغان در اسکی شهر و به قتل رسیدن مرد 62 ساله افغان در شهر استانبول ترکیه. دستگیر شدن 152 پناهجو توسط گار ساحلی ترکیه که می‌خواستند خود را به یونان برسانند. زخمی شدن 4 پناهجوی افغان به علت درگیری با اتباعی ترکیه. و دستگیر شدن 17,000 تن پناهجو در 7 ماه نخست سال 2019 توسط گارد ساحلی ترکیه که می‌خواستند خود را به یونان برسانند. با عرض سلام به تمام دوستان عزیز، امید که خوب و صحتمند باشید. خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از منابع معتبر در کابل گفته است که قرار است یک گروه دیگر از پناهجویان افغان که در آلمان کیس آنها قبول نشده است دوباره به افغانستان دیپورت شوند. این خبر را یک مقام در وزارت مهاجرت افغانستان نیز تایید کرده است. و خبرهای از ترکیه. جسد تک تک شده مرد جوان افغانستانی از درون یک خانه در شهر اسکی شهر ترکیه پیدا شده است که نام مقتول مالک 27 ساله می باشد. پلیس تا فعلا 3 شخص را در این پیوند دستگیر کرده و در حال بازجویی قرار داده اند که قاتلان جسد او را تک تک کرده که در بکس ها گذاشته بودند. مرد 62 ساله به اسم عبدالسمی که صاحب هتل در استانبول بود به قتل رسیده است و جنازه اش در یکی از اتاقهای هتل پیدا شده است که تا حال در این پیوند یک تن دستگیر شده است. سی قایق مجموعاً به تعداد 152 نفر که می‌خواستند خود را به یونان برسانند توسط گارد ساحلی ترکیه دستگیر شدند. با وجود تدابیر نیروهای دریایی ترکیه و یونان، مهاجران از رفتن به یونان دست بر نمی‌دارند و می‌خواهند زره قایق‌های بادی خود را به یونان برسانند. 4 زخمی نتیجه درگیری اتباعی ترک با مهاجرین افغان در شهر بورسای ترکیه رخ داده است. این درگیری به دلایل نامعلوم رخ داده است که در نتیجه آن 4 پناهجوی افغان به شدت زخمی شدند. این 4 پناهجوی افغان فعلا در بیمارستان به سر میبرند. لتوکوب کردن یک مرد ایرانی توسط دو جوان افغان در شهر استانبول ترکیه. این دو نفر گفته می شوند که تحت تاثیر الکل و مشروب قرار گرفته بودند و دلایل نامعلومی با شهروند ایرانی درگیر شدند که در نتیجه آن مرد ایرانی مورد لتوکوب قرار گرفته است. و خبر دیگری از دیپورتی ها در ترکیه. 56 مهاجر غیر قانونی در شهر آیدین دستگیر شدند. این مهاجرین قصد داشتند خود را به یونان برسانند و در شهر آکسارای و در شهر آکسارای 78 پناهجوی افغان و پاکستانی دستگیر شدند که این مهاجران به صورت غیر قانونی داخل ترکیه شده بودند و دوباره به کشورهایشان دیپورت خواهند شد. و در شهر ازمیر هم 77 پناهجو که قصد داشتند خود را با قایق بودی به یونان برسانند دستگیر شدند. این پناهجویان اهل سوریه، سومالیا، افریقا، فلسطین بودند. و خبر مهم آخر هم، وزارت مهاجرت ترکیه اعلان کرده است که در 7 ماه نخست سال 2019 به تعداد 17,000 تن پناهجو که می‌خواستند خود را به یونان برسانند توسط گارد ساحلی ترکیه دستگیر شدند. امید دوستان که از ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.